در سال 56 گروه آتش به اختیاری در کرمانشاه شکل میگیره که خیلی زود به بازوی جمهوری اسلامی برای سرکوب کردها تبدیل میشه. از امر به معروف و نهی از منکر تا ترور چپ‌ها و سرکوب اعضای حزب دموکرات کردستان و دستگیری و تحویل کردها به خلخالی برای اعدام، نمونه هایی از اقدامات شورای یاوری تهیدستانه. این ویدیوی تونل زمان روایت جریان سازمان یافته شیعیه که ظاهراً برای کمک به تهیدستان و فقرا تشکیل میشه، اما در کوههای کرمانشاه و کردستان به نیروهاش آموزش نظامی میده تا در سرکوب منتقدان جمهوری اسلامی و کردها ازشون بهره ببره. شورایی که توسط خمینی و چهره‌های سیاسی مثل مصطفی چمران و مجید عداد عادل، برادر غلامعلی عداد عادل، سخت پشتیبانی میشه. قبل از شروع از پایین همین ویدیو، عضو کانال ما بشید با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. تو ماهی منتهی به انقلاب 57 گروهی به اسم شورای یاوری تهیدستان تو کرمانشاه شکل میگیره که به صورت مخفف شید نامیده میشه. این گروه تا مدت ها تو کرمانشاه فعالیت میکنه و ترور بسیاری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به اون نسبت داده میشه. شیت یک گروه فشار با سازماندهی ویژه است که کاملا آتش به اختیار و خودسرانه عمل میکنه. در نتیجه دستشون برای هر کاری بازه و منطقشون پنجه بوکس و زنجیر و کارداییه که همراه دارن. باید اشاره کنیم که شیت در سرکوب نیروهای سیاسی فعالانه کار میکرد. وظیفشون شناسایی و بدام انداختن مخالفا بود. اونا افراد رو دستگیر میکردن و تحویل زندان ها میدادن. اگه کسی توسط این افراد دستگیر میشد، آشولاش به زندان میرسید. زندانی ها معتقد بودن اگه توسط دادستان یا سپاه دستگیر میشدن، کم دردتر بود تا دستگیر شدن به وسیله این گروه شید. فرماندهی این گروه رو سید محمد سعید جعفری از اعضای انجمن حجتیه به عهده داشت. جعفری تو 18 بهمن 1331 تو قصر شیرین و در ایام تصدی پدرش بر گمرک خسروی به دنیا میاد. سعید حفظ و قرائت قرآن و آموزش احکام شرعی را از ایام کودکی و دوره دبستان و از نوجوانی هم آموزش دروس حوزوی را در کرمانشاه شروع میکنه. تو زمان بنیانگذاری شورای یاوری تهیدستان، سعید دیپلم ریاضی داشته و تو کرمانشاه کتاب فروشی میکرده. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که محمد سعید جعفری با پخش اعلامیه‌های خمینی تو خرداد 42 فعالیت سیاسیش را شروع کرده. این در حالیه که اون در این زمان فقط یک کودک 11 ساله بوده. به هر حال جعفری که بر اساس مبانی اسلام بهائیت رو مکتب انحرافی میدونست، مبارزه با طرفداران این دین رو تقریبا از سال 50 با جدیت شروع میکنه. البته تا این سال با اینکه مذهبی بوده، با فعالان چپ کرمانشاه رابطه داشته و با اونا کتاب رد و بدل میکرده. تا اینکه با اوجگیری فعالیت انجمن ضد بهائیت حجتیه در کرمانشاه، جعفری هم به اونا ملحق میشه. استان کرمانشاه هم از مراکز عمده انجمن حجتیه مهدویه بوده. اونا بهایی‌ها رو زیر نظر داشتن تا مانع از تبلیغ این دین باشن. بنابراین مبارزه با بهایی‌ها به یکی از مأموریت‌های ویژه شورای یاوری تهیدستان تبدیل میشه. البته اونا در کنار کنترل بهایی‌ها و آزار اذیتشون، مأموریت‌های دیگه‌ای هم داشتن، مثل آتیش زدن سینماها، امر به معروف و نهی از منکر، حمله به زنان بی‌حجاب و حمله به سخنرانی‌های گروه‌های چپ. شیت هم مثل انجمن حجتیه تو جلسات قرآن و دعاخونی و روزخونی جوانای با انگیزه اسلامی رو جذب خودشون میکردن و آموزش میدادن. هر جا اعضای سازمان شریکای فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران که حضور فعالی هم در کرمانشاه داشتن، اعلامیه‌ای به دیوار میچسبوندن، اعضای شیتون رو پاره میکردن و هر جا اعضای این سازمان ها سخنرانی و جلسه ای داشتن، جلوی سخنرانی رو میگرفتن. علاوه بر این، در هر تظاهرات و میتینگی که در دوران انتخابات اول مجلس شورای اسلامی توسط اعضای سازمان مجاهدین برگزار میشد، اینا با چماق و پنجه بوکس حمله و تجمع رو به هم میریختن. دقت کنید که شورای یاوری تهیدستان معروف به شیت به عنوان یک گروه تندروی شیعه در کرمانشاه پا میگیره، اما به تدریج در استانهای غربی ایران مثل کردستان، آذربایجان غربی و ایلام هم گسترش پیدا میکنه. البته تشکیل شورای یاوری تهیدستان در کرمانشاه به این دلیل بوده که تو این شهر روحانیت نقشی رو که در شهرها و استانهای دیگه داشته اینجا نداره. برای همین هم مبارزه مردم در زمان انقلاب تو کرمانشاه با اعتصاب معلم‌ها شروع میشه که رهبری اونم در دست نیروهای چپ بوده. در چنین شرایطی محمد سعید جعفری با همکاری علمای صاحب نفوذ، بازاریا و ثروتمندان شهر کرمانشاه، مجموعه ای رو برای کمک رسانی به فقرا و مستمندان راه اندازی میکنه.
میکنه که بعدها با نام شورای یاوری تهیدستان شناخته میشه. جعفری از سال 1353 فعالیت‌های خودش به منطقه غرب ایران رو گسترش میده و سخنرانی‌های متعددی در استان‌های ایلام، کردستان، همدان و تهران انجام میده. اما از سال 1356 شورا رو وارد فاز نظامی میکنه و 7 گروه مخفی برای فعالیت‌های تهاجمی و آموزش استفاده از تسلیحات نظامی تشکیل میده. شبکه 7 گانه نظامی شیت با رویکرد تهاجمی مسئولیت تخریب و تعطیلی مشروب فروشی ها و سینما ها رو بر عهده داشتن. با توجه به اینکه اسلامگرا این اماکن رو مرکز فساد و فحشا میدونستن، فتوای نابودی این مراکز رو از علما دریافت و اقدام به تخریب اون میکنن. علاوه بر این گروه های نظامی بعد از انقلاب در سرکوب اعتراضات کرمانشاه و کردستان نقش مهمی دارن. یکی از این گروه های 7 گانه گروه میثم تماره که از کرمانشاه به قصر شیرین و مهاباد فرستاده میشه. میثم هم مثل شید جلسات سیاسی و سخنرانی ها رو به هم میریزه و علیه احزاب و فعالان کرد تبلیغ منفی میکنه و به نوعی زمینه رو برای سرکوب های بعدی آماده میکنه. البته اعضای گروه میثم تمار مجبور میشن تو زمان اشغال قصر شیرین توسط ارتش عراق این شهر رو ترک کنن و به گروه شید در کرمانشاه ملحق بشن. 3 برادر به نامای مصطفی، علی و مهدی پاکنژاد اعضای برجسته گروه میثم تمارن که سردسته چماقداران قصر شیرین به حساب می اومدن. اما سرکرده گروه میثم حسن جهانگیریه که معلمی از اهالی قصر شیرین بوده. با اینکه برخی منو به نام رهبر گروه میثم رو حسن جهانگیری از اهالی قصر شیرین عنوان کردن، اما به نظر میرسه که احتمالاً مقصودشون محمد حسین جهانگیریه که تو دوره سوم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی قصر شیرین کرمانشاه وارد مجلس میشه. دقت کنید که شیت رابطه بسیار نزدیکی با علما و روحانیون داشته، برای همین شبکه وسیعی رو در غرب کشور با هدف انتشار اعلامیه‌های ضد شاه با نظارت و همراهی آیت الله سید مرتضی نجومی راه میندازن که تو ماه نزدیک به انقلاب 57 هم تو سازماندهی تظاهرات نقش قابل توجهی داشتن. سعید جعفری بنیانگذار شورای یاوری تهیدستان در این دوره تحت تعقیب ساواک قرار میگیره. به نظر میرسه که در تابستون 57 دستگیر و زندانی و در پاییز همین سال آزاد میشه. اون بعد از آزادی از زندان کمیته حفاظت شهری کرمانشاه رو در اول آذر ماه 57 راه اندازی و شهر رو به 14 منطقه حفاظتی تقسیم میکنه و چون امکان آموزش مسلحانه و استفاده آشکار سلاح در ساعت‌های حکومت نظامی وجود نداشت، سعید یه پایگاه مخفی در نیمه دوم آذر ماه تو ارتفاعات خورین در شمال غرب کرمانشاه راه اندازی میکنه. ادعا میشه که اولین آموزش متمرکز نظامی نیروهای انقلاب و هسته اولیه مجموعه‌ای که بعدها سپاه پاسداران شد اینجا در همین کوه‌ها و توسط سعید جعفری شکل گرفته. علاوه بر این در دیماه 57 یه پایگاه دیگه در چوغانرگس تو ماهیدشت کرمانشاه ایجاد و گروه دیگه‌ای در اون مشغول آموزش میشن. سرگرد علیداد همتی از ارتشیای ملحق شده به انقلابی‌ها و از نزدیکان مصطفی چمران مسئولیت آموزش این نیروها رو در کرمانشاه به عهده داشته. تعدادی از نیروهای آموزش دیده این دو مجموعه در نیمه دوم دیماه 57 برای حفاظت از جون خمینی به تهران اعزام میشن. گفته میشه که این گروه و نفرات دیگه از حلقه کرمانشاه در تهران با هم همراه میشن و کمیته مسجد قبا رو زیر نظر آیت الله محمد مفتح تشکیل میدن. بعد از انقلاب 57 جعفری اردوگاه پیشانگی خضر زنده رو به پادگان آموزش نظامی تبدیل و نیروهای موجود در پادگان‌های خورین و چوغانرگس رو در اونجا مستقر. این پادگان بعدها با اسم پادگان محمد منتظری به بزرگترین پادگان آموزشی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبدیل میشه. این پادگان آموزشی در جاده کرمانشاه به سنندج واقع شده که سربازان اعزام به خدمت در سپاه پاسداران دوره آموزشی خودشون رو در اینجا میگذرونن. برخی از فعالان چپ کرمانشاه معتقدند که بعد از انقلاب 57 خشونت دار و دسته سعید جعفری و عمو شورای یاوری تهیدستان شدیدتر از قبل میشه. بعضی از آدم رو با یه و قتل‌ها به این گروه نسبت داده میشه. گفته میشه اونا در روز 20 بهمن 57 دانشجویی به اسم سعید عقیقی رو در کرمانشاه سوار پیکان میکنن و میبرن و تا 5 هفته هیچ خبری ازش نبوده. تا اینکه جسد تیکه تیکه شدهش پیدا میشه. سعید دانشجوی فیزیک دانشگاه رازی کرمانشاه و هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق بوده. 5 هفته بعد از گم شدنش چند موتور سوار نامه ای رو از زیر در داخل خونه پدری سعید میندازن و قبل از اینکه کسی اونا رو ببینه ناپدید میشن. نامه آدرس محلیه که پیکر سعید رو بعد از کشتن اونجا انداخته بودن.
پدر این دانشجوی کرد به همراه چند نفر به مکانی که در نامه اعلام شده میرن و سعید رو در حالی که بیشتر از 20 ضربه چاقو بهش زدن، چشمش رو از حدقه در آوردن و بعضی از انداماش رو بریدن پیدا میکنن. احتمالاً هدف شیت از این نحوه وحشتناک قتل ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده تا از بقیه فعالان زهرشش بگیرن و اونا رو وادار به عقب نشینی کنن. برنامه کاری سعید جعفری هم بعد انقلاب 57 کمی تغییر میکنه. اون از همون روزای ابتدایی بعد انقلاب با همکاری چند نفر از روحانیون از جمله عبدالجلیل جلیلی، بهاءالدین کنگاوری معروف به محمدی عراقی و عبدالخالق عبداللهی یه دادگاه برای اجرای حدود و تعزیرات شرعی تشکیل میدن که در حقیقت هسته اولیه دادگاه انقلاب کرمانشاه. در ضمن سعید جعفری مغز متفکر شورای یاوری تهیدستان یه ماه بعد از انقلاب از کرمانشاه به تهران میره و با خمینی دیدار و وضعیت نیروهای آموزش دیده تو پادگانهای خورین، چوغان، نرگس و خضر زنده رو گزارش میکنه و با تایید خمینی موفق میشه همه این نیروها رو مجهز به اسلحه و در نتیجه یه نیروی نظامی مستقل راه اندازی کنه. برای همینه که تو جریان سرکوب کردها در کرمانشاه و کردستان در اسفند ماه 57 و در فروردین 58 با اختیارات تام در پادگانها مستقر رو دست به عملیات نظامی علیه شهروندان کرد میزنه. به طور نمونه اون تو مهاباد، کامیاران و مریوان در مبارزات علیه کردها نقش فعالانه داره و در این دور است که تو سرکوب شهروندان کرد با مصطفی چمران هم همکاری. افزون بر اینا جعفری بعد از انقلاب مجموعه پیشمرگان کرد مسلمان رو با کمک مصطفی چمران و علامه احمد مفتیزاده از اسلام شناسان کرد راه اندازی میکنه. گفته میشه وظیفه این گروه همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات مردم کرمانشاه و کردستان بوده. علاوه بر این سعید در پاییز 58 نهضت اسلامی دانشجویان غرب کشور رو تأسیس میکنه و مسئولیت اون رو به بهروز همتی، یکی از همفکرای خودش که از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بوده، میسپاره. به نظر میرسه که بهروز همتی هم از اعضای فعال انجمن ضد بهائیت حجتیه بوده. اون بعدها مدیر عامل بنیاد فرهنگی مهدی موعود در کرمانشاه میشه، بنیادی که متعلق به انجمن حجتی است. همتی در دهه 80 به عنوان شهردار کرمانشاه رئیس آموزش و پرورش این استان و همچنین استاندار خراسان شمالی انتخاب میشه. اون تو هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سعی داره به عنوان یه نماینده اصولگرا وارد مجلس بشه، اما موفق نمیشه. بهروز همتی در دهه 60 به عنوان مسئول نهضت اسلامی دانشجویان غرب با سپاه پاسداران همکاری تنگاتنگی داشت و به عنوان گروه فشار دانشگاه کرمانشاه در سرکوب دانشجوهای منتقد فعالیت میکرد. البته همکاری با سپاه پاسداران محدود به همتی نبود، بلکه شورای یاوری تهیدستان از ابتدای تشکیل سپاه در همکاری با اونا فعالان شب و هواداران حزب دموکرات کردستان رو در سطح شهرها شناسایی و اطلاعات اونا رو در اختیار ماموران حکومتی قرار میدادن یا خودشون به طور خودسرانه آتش به اختیار اقدام به بازداشتشون میکردن. طبیعتا انتخاب سعید جعفری به عنوان فرمانده سپاه کرمانشاه و اولین فرمانده سپاه در غرب کشور این وضع رو به یه روال عادی تبدیل میکنه، به طوری که جعفری در اوایل سال 59 در اوج درگیری‌های کردستان توسط محمد بروجردی که فرماندهی سپاه منطقه 7 کشوری رو بر عهده داشته برای سرکوب مردم کرد به کردستان اعزام میشه و دست به سرکوب خشونتبار مردم کردستان میزنه. البته فرماندهی اون بر سپاه کرمانشاه دوام چندانی نداره، چون در همین سال 59 توسط محمد بروجردی از سمتش حذف میشه. میگن اختلاف سعید جعفری و سید مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله منتظری و مسئول نهضت‌های آزادی بخش سپاه پاسداران، باعث حذف اون از سپاه کرمانشاه شده. سعید سعی داره مسیر قدرت گیریش رو عوض کنه. برای همین در اواخر سال 58 و اوایل 59 در حوزه انتخابی پاوه برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی اول کاندید میشه، اما اصلا تایید صلاحیت نمیشه. اون بعد از شروع جنگ بین ایران و عراق تو شهریور 59 رای جبهه میشه، اما خیلی زود، یعنی تو آبان 59، در تصادف اتومبیل کشته میشه. گفته میشه که همزمان با کشته شدن سعید در جنگ، در جریان یه حادثه مینیبوسی که سرنشینان اون اعضای شیت بودن در نزدیکی‌های پاوه تصادف میکنن و کشته میشن. در نتیجه این شبهه وجود داره که تصادف حساب شده و برنامه ریزی قبلی بوده و با کشته شدن سعید جعفری هم ارتباط داشته، یعنی احتمالاً گروهی در درون جمهوری اسلامی خواستن که سعید و گروه شیت رو از سر راهشون بردارن. درست و غلط این ماجرا رو نمیتونیم تایید کنیم، اما نکته حائز اهمیت اینه که جمهوری اسلامی در همه این سالها اعلام کرده که سعید جعفری تو ارتفاعات قراویز در سر پل ذهاب کرمانشاه و در حال برگردوندن پیکرهای همرزمانش در اثر اصابت به مین کشته شده.
برای همین دو روایت متفاوت از نحوه مرگ جعفری شنیده میشه. دقت داشته باشید، گرچه سعید جعفری بنیانگذار و رهبر شورای یاوری تهیدستان، اما اون تنها مهره تاثیرگذار این گروه نبوده. افرادی مثل کرملی از چهره‌های شناخته شده شیت در کرمانشاهن که گفته میشه برخوردهای بسیار خشونت‌آمیزی با جوانای فعال و منتقدان سیاسی داشته، یا سید جلیل سیدزاده یزدی، دیگر عضو برجسته شیت که بعد از انقلاب مدتی مدیر کل آموزش و پرورش کرمانشاه میشه و بعد از ابطال نتیجه انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه توی شرایط غیرقانونی به مجلس شورای اسلامی راه پیدا میکنه. اون معلم دبیرستان بوده و چند سال بعد، یعنی در سال 1376، در اثر تصادف رانندگی از دنیا میره. البته بر اساس روایت جمهوری اسلامی، سیدزاده در اثر نارسایی قلبی جونشو از دست داده. یکی دیگه از سردسته های شورای یاوری تهیدستان در کرمانشاه مجید عداد عادل، برادر غلامعلی عداد عادل. مجید که گویا سابقه حضور در سازمان مجاهدین خلق در سالهای اول تأسیس این سازمان داشته، بعد از انقلاب 57 به کرمانشاه میره و در سمت مشاور استاندار کرمانشاه کار میکنه. میگن اون گروه شیت رو تقویت میکرد و امکانات مورد نیازشون رو در اختیارشون میذاشته. مجید عداد عادل در سال 60 در دارخوین خوزستان در جبهه جنگ بین ایران و عراق کشته میشه، گرچه ادعا میشه که اونم در اثر تصادف جونش رو از دست داد. فردی به اسم علی اصغر صامت هم از اعضای برجسته انجمن حجتیه بود و عضو فعال گروه شیت بوده. اون بعدها در دولت میرحسین موسوی استاندار زنجان میشه و بعد از نقل مکان به تهران به عنوان مدیر عامل شرکت دخانیات ایران انتخاب میشه. اما در سال 72 به جرم اختلاس و سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبانی با شرکت‌های خارجی و داخلی و گرفتن میلیون‌ها دلار و مارک پورساند، بازداشت و روانه زندان میشه. همچنین یکی از حامیان گروه شیت آخوندی به اسم عطاالله اشرفی اصفهانی بود که بعد از انقلاب 57 با حکم خمینی امام جمعه کرمانشاه میشه. شورای یاوری تهیدستان یا شیت که بیشتر یک گروه فشار بودن، بعد از خرداد 60 دیگه به طور علنی در صحنه نبودن. به نظر میرسید که بیشترشون جذب سپاه یا کمیته ها و دادگاه انقلاب شده بودن. بعد از تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم تعدادشون تو این وزارتخونه به کار گرفته شدن. تعدادی هم تو سازمان زندان ها و به عنوان شکنجهگر فعالیت میکردن. گفته میشه که احمد نوریان، رئیس زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، عضو شیت بوده. شیت کم کم جای خودش رو به حزب الله کرمانشاه میده، همون گروهی که از دل خود تشکیلات شیت بیرون اومده بود و در ابتدا به عنوان شاخه فرنگی اون محسوب میشه. گفته میشه انصار حزب الله که تو زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با رهبری احمد جنتی تشکیل شد، نمونه بزرگتری از شیت بود و به نظر میرسید که الگوی اولیه اون همین شیت بوده. برخی فعالان سیاسی گروه شیت رو یک گروه شبه فاشیستی میدونن که وظیفه ای جز حزب مخالفان و ایجاد ترس و وحشت در بین مردم نداشته. گروهی که برخلاف اسمش نیروهاش رو در کوههای کرمانشاه و کردستان آموزش نظامی میداد تا علیه مردم و برای سرکوب اعتراضات مردمی ازشون استفاده کنه. جریان اسلامگرا و سازمانیافته ای که با هواداران همه جریانهای منتقد به ویژه اعضای حزب دموکرات کردستان ایران درگیری داشتن و اونا رو شناسایی و تحویل ماموران اعدام جمهوری اسلامی از جمله صادق خلخالی میداد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.